اپوزیسیونی که متفکر نداره، اتاق مغز، اتاق فکر سیاسی نداره، شهامت نداره و شجاعت نداره، آدمای لاابالی بی سوادی، من نمیخوام نام بیارم، ولی اون تلویزیونی که قرار بود آریایی باشه تبدیل شده به یک زبالدان، یک مش لومپن بی سواد وقت مردم رو تلف میکنن. هر کسی که جاوید شاه گفت که نباید طرفدارش باشین، من از همتون شاهی ترم، هیچ کس به اندازه من عاشق پادشاهی در ایران نیست، هیچ کدومتون. ولی هر کسی که جاوید شاه گفت که لیاقت نداره بیا جلوی دوربین، طرف اسم خودش هم بلد نیست درست بنویسه. سیاوش تو رو دارم میگم، فامیلتو نمیگم. برنامه ها شدن زبالدان، زبالدان شدن، کیفیت نداره. 6 نفر بدبختر از خودتون میاری با اسکایپ مزخرف میگید، یک تلویزیون رو دارید ورشکست میکنید. 2 سال پیش از اونجا استعفا دادم، دشمنتونم نبودم، یه بارم تا اسمتون نبودم. شما یه تلویزیونی که میتونست موفق ترین تلویزیون بشه به ورشکستگی کشوندیدش، چون صاحبش نمیتونست تفاوت من خسرو فرابر رو با تو یکی تشخیص بده. متوجه نیستی تو یکی و امثال تو اون تلویزیون رو به گند کشیدی، دیگه کسی نگاه نمی کنه اون تلویزیون رو، چون مزخرف میگی. هی مزخرف مزخرف مزخرف، حرفای تهی بدون مغز پیش پا افتاده. آدم های محقری هستید و اون تلویزیون رو به ورشکستگی کشوندید.